با سلام به بینندگان تلویزیون ایران آزادی. در موقعیت انقلابی جامعه ما، تغییر بنیادی اوضاع سیاسی اجتماعی جامعه یک خواسته عمومیه. وقتی حاکمیت با هر حرکت و اقدام واقعی برای تغییر اوضاع مخالفت میکنه، خود به خود گزینه سرنگونی و براندازی رو جلوی توده خواهان تغییر قرار میده، به خصوص مخالفتی که در برابر خواسته زحمتکشان، کارگران، دهقانان و همه اقشار محروم اعمال میکنه. در تمامی قیام‌های سال‌های اخیر، این خواسته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و پس می‌گیریم ایرانو تکرار و تأکید شده. حال ببینیم این براندازی و سرنگونی آیا تنها با نافرمانی مدنی امکان پذیره؟ مگر یک قیام مردمی برای سرنگونی و براندازی به نافرمانی مدنی نیاز نداره؟ نافرمانی مدنی چه شکلهایی داره و به چه نتایجی میتونه برسه؟ برنامه امروز دانش انقلاب به این موضوع میپردازه. با ما همراه باشید. ایده نافرمانی مدنی ریشه و سابقه طولانی در مبارزه ملت‌ها برای به رسمیت شناختن ابتدایی ترین و پایه‌ای ترین حقوق مردم کشورهای تحت اشغال و نیز تحت سلطه دیکتاتوری در اون کشورها داشته. مبارزه استقلال طلبانه مردم هند به رهبری مهاتما گاندی که به مبارزه منفی شناخته میشد، نمونه تاریخی اونه. در آمریکا برای به رسمیت شناسوندن حقوق شهروندی جنبش سیاه‌پوستان به رهبری مالکوم ایکس و دکتر مارتین لوتر کینگ دنبال شد و به موفقیت رسید. در دهه‌های اخیر شکل‌های پیشرفته‌تر اون برای نمونه در لهستان پیگیری شد که جنبش کارگری در اونجا به عنوان سولیداریتی یعنی همبستگی به رهبری لخ والسا با اعتصابات سراسری از کشتی سازی بندر گدانس شروع شد و بعد همه لهستان رو در بر گرفت و به یک قیام سراسری تبدیل شد. در جنبش‌های معروف به بهار عرب، به خصوص در تونس و مصر هم شاهد بودیم که نافرمانی مدنی با پیشتازی جوانان و مشارکت گسترده زنان تونس به پیروزی برسه. در همه این نمونه‌ها جنبش‌ها زمانی تونستن از طریق مبارزه مدنی به پیروزی برسن که یا در اون کشور حقوق اولیه شهروندی یعنی دموکراسی از اساس برقرار بوده، مثل لهستان که سندیکا و سندیکالیزم یا همان فعالیت اتحادیه‌های کارگری یه حق به رسمیت شناخته شده برای کارگران بود که این جنبش رو حساب اون علی‌رغم دستگیری‌ها و فشارهای اولیه نظام حاکم تونست به قیام عمومی تبدیل بشه. و یا نظام حاکم به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دیگه توان سرکوب خونین نافرمانی مدنی رو نداشته باشه، مثل اون چی که در تونس و مصر شاهد اون بودیم. اما در ایران امروز حاکمیت نظام استبدادی و دیکتاتوری مطلق با سوء استفاده فریبکارانه از دین بعد از 4 دهه هیچ جایی برای حقوق اولیه شهروندی باقی نگذاشته که جنبش نافرمانی مدنی بتونه به کمک اون شکل بگیره و ته خط دیکتاتوری رو با دموکراسی جایگزین کنه. اصلی ترین و پایه‌ای ترین حقوق مدنی هم آزادی های اساسیه. حاکمیت قتل و غارت ولایت فقیه جایی برای تشکلیابی سراسری کارگری نذاشته. خانه کارگر همین نظام سازمان اصلی سرکوب کارگران و جنبش کارگریه. رژیم الان دیگه نمیتونه جلوی اعتصابای کارگری رو بگیره، اون هم به خاطر اینه که از توانش خارجه. اما با اخراج، بیکار کردن کارگران تا دستگیری و زندان و اعدام جلوی تشکلیابی گسترده کارگران رو میگیره. نظام خامنه‌ای جنایتکار روی همین تجربه با سپاه تروریستی پاسداران و نیروی انتظامی و یگان ویژه‌اش
مانع از این شده که تظاهرات مردم میلیونی بشه و با میلیونی شدن و میلیونی ماندن این تظاهرات و تجمعات مانند سایر کشورها اون نافرمانی مدنی بتونه به پیروزی برسه با سرکوب خونین و کشتار گسترده و دستگیری‌های خیلی زیاد و شکنجه و زندان سد راه پیروزی قیام‌های مردمی شده. ما در ایران با یک حکومت دینی از نوع فاشیسم مذهبی روبرو هستیم که با بهره‌گیری از همه ثروت و منابع و ذخایر و معادن این آب و خاک و یک سپاه ضد مردمی و بسیج مزدور و دیگر نهادهای اطلاعاتی امنیتی با سرکوب تمام عیار در مقابل اراده و خواستهای مردم و هر گونه تغییری سد بسته و ظرفیت کوچکترین استحاله و تحول و رفوری رو نداره. اینجا یک کشور دموکراتیک نیست که بشه با روش‌های دموکراتیک مثل نافرمانی مدنی کمترین تغییری در اون ایجاد بکنیم، چه رسد به اینکه رژیم اون رو سرنگون بکنیم. حالا کسانی که نافرمانی مدنی رو کنار مبارزه مسالمت آمیز قرار میدن تا با شیادی مبارزه بی هزینه رو تبلیغ کنن، خاک تو چشم توده های مردم میپاشن. نافرمانی مدنی میتونه راه آوردن مردم به صحنه مبارزه باشه، اما در نظام دیکتاتوری و اعدام و سرکوب مطلق ولایت فقیه، نافرمانی مدنی خودش به تنهایی راه حل براندازی و سرنگونی نیست. کسانی که نافرمانی مدنی رو به عنوان راه حل تغییر اوضاع در ایران تبلیغ میکنن، آگاهانه و البته خائنانه همین توهم رو دامن میزنن. باید ازشون پرسید که اگه اینقدر آزادی فعالیت در ایران هست که بشه مبارزه مدنی کرد، چرا خودشون تو آمریکا و اروپا تشریف دارن؟ در کشوری میتونه مبارزه مدنی انجام بشه که امکان فعالیت ولو نسبتاً آزاد در اونجا وجود داشته باشه، حقوق افراد به رسمیت شناخته شده باشه، امکان تشکلیابی و آزادی بیان فراهم باشه؟ اگر شما پرچم داره مبارزه مدنی هستین، چرا تشریف نمیارید ایران که تو اینجا پرچم رو بلند کنین؟ نظام جنایتکار و تا دندان مسلح آخوندها که کوچکترین اعتراض مردم رو با گلوله و کشتار پاسخ میده، راهی باقی نگذاشته برای اینکه مردم با نافرمانی مدنی نظام رو تغییر بدن. نافرمانی مدنی حتی میتونه به شکل نپرداختن قبوض و امثال هم باشه، اما راهکار براندازی نیست. کسانی که تحت عنوان نافرمانی مدنی کارهایی مثل بیهجابی و رقص و این نوع کنش ها رو تبلیغ میکنن، خوب میدونن اینا نه تنها هیچ آسیبی به نظام نمیرسونه، بلکه فقط آبی هست بر آتش قیام شعله‌ور مردم، مثل دار و دسته بچه شاه که مانع مبارزات و قیام آتشین مردم شدند و با رفتار مستهجن و کوچک کردن خواسته مردم که سرنگونیه، فراخوان میدن به حفظ سپاه پاسداران که نیروی سرکوب انقلاب مردمه، یعنی دقیقا در خدمت بقای این رژیم عمل میکنن. وقتی راه مبارزه مسالمت آمیز و ادامه نافرمانی مدنی همون گونه که بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در 2 سال و چند ماه نخست حاکمیت جدید این مبارزه جریان داشت و بعد در 30 خرداد 1360 با سرکوب و کشتار توسط نظام ولایت فقیه بسته شد، یعنی مسدود شد، پس برای تغییر اوضاع چه باید کرد؟ جنبش اعتراضی مردم ما که اکنون به یک قیام بنیانکن تبدیل شده، چه راهی رو باید برای محقق کردن براندازی در پیش بگیره؟ برای پاسخ به این پرسش ها با ما در برنامه آینده دانش انقلاب همراه باشید.